و سومین راه سالهای اولیه قرن بیستم خود بارتاک است. بارتاک چنان که در درس امروز مشروح خواهیم دید به سراغ امکانات موجود در موسیقی مردمی در فولکلور رفت. او هم مثل همه همکاران با استعداد و باهوشش در اوایل قرن بیستم کاملا متوجه شده بود که راههایی که رومانتیسیزم آخر قرن 19 پیش پا میگذاره به بنبست منطقی خودشون رسیدن و در واقع امکاناتشون مصرف شده تا اونجا که ممکن است. بنابراین او هم به دنبال راههایی گشت که از این بنبست بیاد بیرون و راهی که او پیدا کرد، البته شاید بگیم با یک مقداری تصادف، رفتن به سراغ امکانات موجود در موسیقی مردمی در فولکلور بود و برخلاف استراوینسکی یا خیلی آهنگسازهای دیگری که به سراغ این مواد و مصالح می رفتن، بلا بارتاک از یه راهی سراغ این مصالح رفتن، این مصالح توجهش رو جلب کرد که یه مقداری با ابتدا به ساکن و در ظاهر با مسئله آهنگسازی فاصله دارد. حالا بهش می رسیم. اینطور نبود که او مثلا مداوم فکر می کرد که چه کنم برای آهنگسازی و بعد گفت خیلی خوب، من در اینجا یه مقداری مصالح فنی پیدا می کنم، برم اینا رو بردارم بیارم. او ابتدا کار دیگری روی به اصطلاح موسیقی فولکلور می کرد و بعد اینا کم کم به آثارش راه پیدا کرد. اگر به سالهای اول قرن بیستم، مثلا حتی 10 سال اولش نگاه بکنیم، این مسئله منابع یا سرچشمه های متفاوت از جمله مسائلی بوده که در حقیقت آهنگسازان متفاوتی روش کار می کردن. در همین دوره تقریبا آهنگساز فرانسوی کلود آشیل دوبوسی رو می بینیم که او هم برای اینکه اولا از عظمت موسیقی آلمانی رومانتیک متأخر جدا بشه دنبال راه های می گشت. این یه مسئله است که یه مقداری ناسیونالیسم فرانسوی هم توش مطرحه بعد از جنگ های پروس و فرانسه که در حقیقت حس ملیگرایی فرانسوی ها رو به شدت تحریک کرده بود و بعدم میدونیم که آخر منجر همه این مجموعه فکرها و احساسها و پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی اقتصادی منجر به جنگ جهانی اول شد. و از طرف دیگری دنبال راهی برای نو کردن موسیقی هم میگشت. احتمالاً اگه دوستان با تاریخ موسیقی این دوره به قدر کافی آشنا باشن به یاد میارن که دوبوسی به سراغ مواد و مصالحی از موسیقی شرق آسیا رفت و در حقیقت 5 نغمه‌ای های یا پنتاتونیک های اونجا رو بهش توجه کرد در موسیقیش آورد. بعدن یه مسائل دیگه هم تو موسیقیش داشت که همون چیزیست که سرجم بهش موسیقی امپرسیونیستی میگیم و مورد بحث ما نیست در حال حاضر، ولی میخوام اشاره کنم این امکانات موجود در یک جای دیگری غیر از خود موسیقی کلاسیک غربی توجه آهنگسازان رو در این دوره به خودش جلب میکرده. شاید بد نباشه برای اینکه هنرها کم و بیش جریانهای هنری در این دوره با هم دیگه پیوستگی دارن، به یاد بیاریم که خیلی از هنرمندان رشته های دیگر مخصوصا رشته های تجسمی، نقاشی، مجسمه سازی هم در این دوره تحت تأثیر آثار تزئینی یا هنری فرهنگ هایی که در اون دوره بهشون فرهنگ های بدوی گفته می شد قرار گرفتند، از جمله تأثیر بسیار بسیار شناخته شده آثاری که از آفریقا می آمد، مجسمه ها، صورتک ها و چه و چه که از آفریقا می آمد بر مثلا پیکاسو و کوبیسم اروپایی یا چیزهایی از این قبیل که توی اون دوره باز خیلی مرسوم است و خیلی ها درگیرش هستند، دارن روی این ارمغان هایی که از فرهنگ های دیگر دنیا میاد کار می کنن، علاقه مندن بهش، نوعی اگزوتیسیزم یا غریبگرایی هم در این دوره باز در فضای هنری به چشم میخوره، علاقه‌ای وجود داره به چیزهای
غریب، چیزهایی که در فرهنگ‌های دیگر وجود داره ولی برای ما غریب است، بیگانه است، و اینها رو ما بیاریم و توی آثارمون استفاده بکنیم، یک نوع لذت حاصل از ناآشنایی و امر غریبه در اینها وجود دارد و خب خیلی روی اینا کار میکنن. گرچه استفاده بارتاک از به اصطلاح امکانات موجود در فولکلور اصولا به این مفهوم اگزاتیک نیست، برای اینکه بارتوک معتقد نبود که اینا یک چیزهای غریبه است.